سلام خوش اومدید به کلاس درس ببینیم آیا اصلا میتونیم با هم دیگه نیروی استکاک رو کمی کمیتر بررسی بکنیم و اون رو حساب بکنیم پس بذارید مثل همیشه من یک سطح زمین بکشم و روی اون یک جسم قرار بدم مثلا یک جعبه که حالا اینجا من قرمز رنگ کشیدمش و بیایید و شروع کنیم اول با یک نیروی F1 که نسبتا کوچیک هست مثلا هست یک نیوتون دارم این جعبه رو میکشم و میبینم که این جعبه حرکت نمیکنه حالا من از شما یک سوال میپرسم چرا این جعبه حرکت نکرد من مطمئنم بعد از ویدئوی جلسه قبل همه شما میدونید که جواب این سوال این هست که بین این جعبه و سطح زمین یک نیروی استکاکی در جهت عکس نیرویی که من وارد کردم وجود داره یعنی در این جهت البته یک مقدار کج شد در این جهت در حقیقت یک نیروی استکاک وجود داره که من اسمش رو میذارم F S1 و مانع از حرکت کردن این جعبه من میشه حالا بیایید با هم F 1 رو طبق قانون دوم نیوتون پیدا بکنیم من میدونم که برایند نیروهای وارد بر جسم برابر هست با جرم ضرب در شتاب از طرف دیگه من میبینم که جرمم حرکت نمیکنه و ثابته در نتیجه این مساوی میشه با صفر یعنی برایند نیروهای وارد بر جسم سفره بنابراین نتیجه ای که من میگیرم اینه که F1 که یک برداره در حقیقت من اینجا باید علامت بردار رو هم روی نیروها بذارم F1 به علاوه FS1 یعنی من اگر جمع برداری بکنم این دو نیرو رو این باید برابر با صفر بشه که من بلا فاصله نتیجه میگیرم که FS1 که به دنبالش هستم مساوی هست با منفی F1 یعنی نیروی استکاک ایستایی که من داره بر جسم من وارد میشه الان یک اسمی رو گفتم که درس نداده بودم موقعی که جسم ساکن هست به اون نیروی استکاکی که وارد میشه ما میگیم نیروی استکاک ایستایی پس بذارید من بنویسم نیروی استکاک ایستایی و نیروی استکاک ایستایی که به جسم من وارد میشه دقیقا برابر هست با اون نیرویی که من دارم جسم رو باهاش میکشم اما موفق نشدم هنوز جسم رو حرکت بدم خب پس دقت کنید که نیروی استکاک ایستایی فقط در حالتی که است که جسم ایستاست یعنی حرکت نمیکنه و در این صورت دقیقا برابر هست با اون نیرویی که من دارم میکشم تا جسم رو حرکت بدم حالا من میام این نیرو رو بیشتر میکنم مثلا میکنمش F2 مساوی با دو و بعد میبینم که باز هم جسمم حرکت نکرد و مطابق حالت قبل دقیقا نتیجه میگیرم که یک نیروی استقاک ایستایی باز هم در این راستا FS2 در حقیقت داره وارد میشه این F هم بردار هست و میتونم باز هم طبق قانون دوم نیوتون بیام و این FS2 رو حساب بکنم دوباره F مساوی با MA رو مینویسم و نتیجه میگیرم که F باید برایند نیروها باید صفر باشه به این دلیل که جسمم ثابت هست و در نتیجه نتیجه می گیرم که باید F2 به علاوه اف اس دو مساوی صفر بشه بنابراین اف اس دو دقیقا برابر میشه با منفی اف دو یعنی اینها با هم برابر میشن اما در جهت مخالف از این دوتا من نتیجه میگیرم این هم نیروی استکاک ایستایی هست که وقتی که جسم ثابت هست و روی سطح حرکت نمیکنه نیروی استکاکی که داره به جسم وارد میشه دقیقا برابر با نیرویی هست که من دارم به جسم وارد میکنم اما موفق نمیشم حرکتش بدم حتما دقت بکنید که این دو نیرو اندازشون با هم برابره اما جهتشون متفاوت هست یعنی یکیشون منفی اون یکیه دقیقا این نیروی اف من در راستای مثبت محور ایکس ها و نیروی استکاک هم در جهت عکس محور ایکس ها فقط اندازه این دو برداره که با هم برابره خب حالا من میتونم این کار رو ادامه بدم ادامه بدم ادامه بدم و شما به تجربه روزمره در زندگیتون میدونید که من به یک عددی میرسم یعنی به یک نیروی میرسم مثلا نیروی اف که این نیرو نیروییه که اگر من یک ذره و فقط یک ذره یعنی یک عدد بسیار بسیار کوچیک جسمم این نیرو رو بیشتر بکنم جسمم حرکت میکنه خب یعنی جسمم هنوز ساکنه اما عملا آماده آماده حرکت هم. من در حقیقت یک فوتش بکنم دیگه جسمم حرکت میکنه ما به این نیرو میگیم نیروی آستانه حرکت یعنی اگر من این نیرو رو به جسمم وارد بکنم جسمم در آستانه حرکت قرار میگیره اما هنوز حرکت نکرده هنوز نیاز به یک فوت داره برای اینکه حرکت بکنه و برای این چرخ هایی که اینجا گیر کردن غلبه بکنه و این نیروی بین ملکول ها رو بشکونه وقتی که این نیروی آستانه حرکت رو من دارم وارد میکنم باز هم چیز عوض نشده یعنی یک نیروی استکاک هم داره در این راستا مجددا وارد میشه که اندازش رو من اسمش میذارم اف و باز هم طبق همین محاسباتی که ما اینجا داشتیم من میتونم نتیجه بگیرم که F3 یعنی نیروی آستانه حرکت به علاوه F3 مساوی میشه با صفر چون جسم هنوز حرکتی نکرده و از این من نتیجه میگیرم که F3 یعنی نیروی استکاکی که در آستانه حرکت پدید میاد برابر هست با منفی F3 این هم اسمش هست نیروی استکاک ایستایی اما این نیروی استکاک ایستایی یک ویژگی داره دیگه اون ویژگی اینه که این حد اکثر نیروی استکاک ایستایی هست که بر جسم من میتونه وارد بشه پس بذارید من بنویسم پس این حد اکثر نیروی استکاک ایستایی ممکن هست چرا اینطوره به این دلیل که اگر من این نیرو رو یک ذره بیشتر بکنم و در حقیقت جسم رو فقط فوتش بکنم جسم شروع میکنه به حرکت کردن و اصلا دیگه نیروی استکاک ایستایی تعریف نمیشه بنابراین حد اکثر نیروی استکاک ایستایی که ممکن هست بر یک جسم وارد بشه برابر هست با افی که در آستانه حرکتش پدید میاد و نکته بسیار دوست داشتنی و جالبی که از علم فیزیک ما به دست میاریم اینه که این حد اکثر نیروی استکاک ایستایی ممکن رو ما میتونیم اصلا حساب بکنیم و ببینیم که با چه چیزهایی ارتباط داره و برای این کار من لازم دارم که الان برای شما نمودار نیروهای عمودی وارد بر این جسم رو هم رسم میکنم من میدونم که به این جسم هم یک نیروی جاذبه داره. طرف زمین وارد میشه که این W برابر هست با MJ و میدونم که سطح این زمین هم داره یک نیروی عمود تکیگاه بر این جسم هم وارد میکنه به سمت بالا البته اندازه این دو نیرو رو ما میدونیم برابر هستم من جا ندارم که برابر نکشیدم و نه این نیروی عمودی تکیگاه و این وزن میدونیم که با هم برابرن چون جسمم در راستای محور ایگرک ها هیچ شتابی نداره اینو در ویدیوهای قبل با هم به دست آوردیم اون چیزی که ما در ویدئو قبل در مورد استکاک اون اتومبیل ها دیدیم چی بود ما دیدیم که دو تا پدیده میتونست کار ما رو برای حرکت اتومبیل راحتتر بکنه یکی جنس سطح بود که اگر مثلا یخ بود و لیز بود من راحت تر میتونستم اتومبیل رو حرکت بدم و یکی دیگه جرم بود یعنی اگر نیروی عمودی که در حقیقت اگر جرم جسم من کمتر بود ماشین من ماشین کوچکتری بود من راحتتر میتونستم حرکت بدم این ایده ها باعث شد که فیزیکدان ها برن و در آزمایشگاه شروع کنن و تلاش بکنن و ببینن که آستانه حرکت چه نیروی هست یعنی من باید چه نیروی به یک جسم وارد بکنم تا اون جسم دقیقا در آستانه حرکت خودش قرار بگیره و بعد فقط با یک فوت حرکت بکنه و چیزی که به دست آوردن این بود که این اف اس ماکسیموم که من می نویسم اف اس یعنی حد اکثر نیروی استکاک است... ایستایی ممکن که همین اف اس ما هست یعنی نیروی استکاک ایستایی که در آستانه حرکت پدید میاد برابر هست با یک ثابتی که با ما میوی اس نشونش میدیم زرد در نیروی عمودی تکیگاه بر اون جسم خب دقت بکنید که رابطه ای که این اف اس داره با وزن یا جرم اون جسم نیست یعنی با نیروی گرانش یا جرمش نیست با نیروی عمودی تکیگاه هست که میدونیم خیلی جاها این دو نیرو با هم یعنی وزن دبلیو و نیروی عمودی تکیگاه با هم برابر نیستن و نیروی استکاک ایستایی با نیروی عمودی تکیگاه کار داره کاری با دبلیو نداره هرچند در این مثال خاص ما چون مثال خیلی ساده ای هست این دوتا با هم برابر هن. اما دیدیم که در مثلا آسانسور لزوما این اتفاق نمیفته و این دوتا با هم برابر نیستن این چیزی بود که در دو ویدیو قبل با هم دیدیم برابر این این حد اکثر نیروی استکاک ایستایی هست که به یک جسم وارد میشه این ثابت میو اس ما بهش میگیم ضریب استکاک ایستایی که این یک تابعی از س... تابعی از جنس سطح هست خب بنابراین این ضریب سکا کیستایی یک تابعی از جنس سطحه و اگر خیلی عدد بزرگی باشه به این معنیه که حد اکثر نیروی استکا کیستایی عدد خیلی بزرگیه بنابراین نیرویی که من لازم دارم وارد بکنم برای اینکه جسم رو در آستانه حرکت قرار بدم نیروی خیلی بزرگی هست بنابراین این یک جوری داره به من نشون میده که سطح جسم چقدر میتونه استکا ایجاد بکنه و مثلا برای یخ قطعا این ضریب استکا کیستایی کمتر هست از مثلا باده و این چیزیه که ما از تجربه های روزمرمون هم میتونیم کسب بکنیم. بنابراین بیایید داستانی که در این جلسه به دست آوردیم رو با هم یک مرور سریع بکنیم قبل از پایان دادن این جلسه. اینجا n این برابر با mj هست در این مثال خاص و بنابراین من میتونم بگم حد اکثر نیروی اصطکاک ایستایی هست ج خب در این جلسه دیدیم با هم که اگر نیروی کمتر از این نیروی حد اکثر ایستایی بر جرم وارد بکنید جرم حرکت نمیکنه و نیروی استکاک ایستایی در این صورت دقیقا برابر با همون نیرویی هست که شما دارید وارد میکنید یعنی اینجا اینجا و اینجا من دیدم که نیروی استکاک ایستایی همواره برابر با نیروی هست که شما دارید به جرم وارد میکنید اما هنوز جرم حرکت نکرده و وقتی که نیرویی که شما وارد میکنید یعنی این اف شما دقیقا برابر باشه با میو اس ضرب در نیروی عمودی تکیهگاه در این صورت شما در آستانه حرکت قرار میگیرید این که در بعد از آستانه حرکت چه اتفاقی میافته رو در ویدیوهای بعد ادامه میدید